سلام. سلام مادر. ببین ببین چه زندگی برای خودت درست کردی. آخه درد چیه دختر؟ دوباره شروع نکن مادر. مگه زندگی زناشویی بچه بازیه؟ مگه ندیدی خواهرت بعد از طلاق چی شد؟ چی به سرش اومد؟ خدا خدا خدا، آخه چرا دور و زمونه عوض شده؟ چرا من اینقدر با جلو در همسایه و فامیل خجالت زده باشم؟ به خدا نمیذارم مینا. میدونی اگه بابات بفهمه؟ شما به بابام هیچی نمیگین. من نمیدونم کدوم رفیق زیر پات نشسته که حرف طلاق انداخته توی دهنه. اون میزرای چشم دریده؟ یک کلمه گفته بچه میخواد. حرف بدی که نزده. خودش که نیست، طرفداراش هستن. سینا پسر بدی نیست، حرف بدی نمیزنه. بچه که مادر چرا متوجه نیستی؟ قصی اصلا بچه نیست. سینا هوایی شده، میفهمی یعنی چی؟ این بار اون میخواد جداشیم، اون میخواد. زندگی تو سیاه نکن دختر. این زندگی نیست من دارم عمو جان. عمو جان ببین گوش بده، مگه من دوست دارم تو شرکت بخوابم جلو این همه کارمند؟ این بار اون خواسته، من نخب. من شما که شخصیت منو میشناسین. ببینید این موضوع رو کسی نمیدونه. شما مگر به پدر نگین کسی متوجه نمیشه. نه اجازه بدین من فردا این موضوع رو در محضر حلش میکنم، بعد با پدر صحبت میکنم. بله گوشی آقای مهندس، در شرکت بستم، در پایینم قرفه. هماماره مامان نداری؟ شما شیشه صبح برای بیدار میکنی؟ چش. بله میفرمودی. مادر مینا بی خود کرده که به زنمو زنگ زده؟ یا به شما؟ مگه شما یه جوری صحبت میکنید که انگار من هنوز بچه‌ام؟ عمو شما تو این قضیه دخالت نکنید. الان کارخونه شما رسیده؟ بله. نخیر من گفتم السیش باز شده برای شما. بله خب شما فقط اون پرونده رو، اون صفحه اولش رو برای من فکس بکنید، بقیه کارش خودم انجام. حالا بعدا صحبت. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ شما. من دست این زن ها. من وکیلت نیستم که، رفیقتم. در ضمن یه قرار مهم دارم تو دفتر که نمیتونم بیام. عزیزم چرا داد میزنی تو؟ یه ورقه است امضا میکنی تمام. بعدن اگه مشکلی پیش اومد من برات حلش میکنم. اصلا نمیخوام هیچ کدومتون بیاین. به خانواده من گفتم همه کارامو خودم انجام میدم. حق ندارین بیاین.
بلا و زهر مار. هیچ معلومه یه هفته از کجای اینو سری بده پایین. خب اینجوری میخوای خبرنگار بشی؟ همین یه دونه مقاله نوشتی تو که هنوز اینجا وایسادی. خیلی خب ببین من دوست دارم که میخوام بهت بگم میناس. آره بهش بگو مردی؟ سردالی حق داره. آقایون بهشون برخورده. مقاله در مورد حقوق زنان که پشت دادن به مردان نیست، هنوز اینم نفهمیدن. عجب. بلش کن، میخوام ازت بپرسم ببینم امشب کجا بریم شیرینی بخوریم. نه به جان تو راست میگم، میخوام بهت شیرینی بدم. آخه دارم یه جایی میرم که بعدش آزادیه. باشه تا شب، خدا به ما اومدیم طلاق بگیریم. ما نیومدیم، من اومدم ایشونو طلاق بدم برم. توافق کردین؟ سر همه چی توافق نداریم بجز این مورد. لطفا شناسنامه هاتون بیرون منتظر باشین، صداتون میکنم. چه موضوع سکرتی؟ مادرتون 35 نوبت زنگ زدن. چیه؟ خجالت کشیدی؟ خجالتم دادن. حقته، بیشتر از این باید خجالتت بدن با اون سر کچله. بهتره دیدم خفه شی، چون اصلا دلم نمیخواد اون صدای نحس تو بشنوم. خفه تشکر. به سلامتی امر خیره. بله، قراره توی محل شیرینی پخش کنیم بین در و همسایه. مبارکه. شاهد عقدم داری؟ عرض کردم شاهد عقدم دارین آقا؟ خانوم دوست ندارن صدای منو بشنون. صحیح. بفرمایید از خودشون سوال کنیم. شاهد دارن؟ دوستانشون، آشنایانشون. خب یک کلمه بگیم میخوام طلاق بگیریم. عجب گرفتاری شدیم. اینم شد شوق. موقع ازدواج جس پس با دامو ماچ میکنن. موقع طلاق که میشه سایه جا پرد میکنن. دستمونم برید. آه خسته نباش. دستشون رو درد میکنم من. نمیشناختی به مردم فروشی. کجا میدونستم؟ تو نمیدونستی؟ کجا میدونستم موتورش دستکوبه؟ تو نمیدونستی؟ زمانی که چک گرفتی 60 بار زیر رو کردی، تو نمیدونستی سندش دستکوبه؟ نه خودم میرم. حسن بکن. سلام آجا، الان پولت میکنم. سب کن. تو فکر کردی؟ خدا خواهش میکنم، خواهش میکنم، استماس میکنم، به پات میافتم ماما، خواهش میکنم ماما، تو رو خدا، تو خدا قصد بکن. من خیر تو میخوام. بخون بگیر. ماما تو رو خدا بلم کن. بشین بابا، هرچی بگی گوش میکنم. این نه، خواهش میکنم، این نه. خفه خون بگیر. امروز روز طلاقه. ببخش در را. اه 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 خوشی داری؟ چی داری داری؟ آب رو منو میبری. چی کارش داری؟ من ده زورت به این بچه رسیده. شما دخالت نکن خانوم، قضیه خانوادگیه. خانوم شما بفرمید این بر دخالت نکنید. به تو چه ربطی داره؟ بلند شو دختر جون، بلند شو. بکش دست تاب جی، باره درد کاره.
مشتی بلندش کن. کره خر بشی اون ور، اینقدرم زرزر نکن. یا سرپسی شاهداد کوشن. خب چه میدونم، قرار بود بیان اینجا. حالا ما میرم با این محضریه صحبت میکنم، یه دقیقه شما اینجا بشینی. برو دیگه. ساموت چقا؟ بی حرف پیش برمیخیزی میری امضا میکنی و قال قضیه رو میکنی. تموم. تو رو هر وقت خاک مادرم، التماست میکنم تو خدا. من خودم میکشم. غلط میکنی. بلنش برو دست هم تو بشور و بیا. گفتم بلند شو. نمیرم. وقی بیا. شما بردار دون بشین. نه آقا جان، اصلا معذرت تاکید آقا. خودیم ماست کنج نوبتیه. اگه به نوبت بشه نوکرت هم، ما که اول همه اینجا بودیم. ما که صبح بودم اینجا. آجا من نوکرت هم. این دوکرم هم عبدو بخونم. پسرتو بکن داماد ما خلاص. نوبت شما نیست آقا. شما اصلا خود ناراحت نکن. یه خور سری تا. اسخر. اون زن شوهر بفرست تو. آقا بیرون. چشم شما بیرون. نوکرت هم. چشم. ما برای چی آجا بریم؟ آقا همه تو بیرون. بیرون آقا. بیرون. بفهم. چشم بذار. آخرش کاری کرده ما رو بیرون رو بکنن. چی بیشیم ببینم، برو بشیم اونجا. آقا مهندس انگاه با شما کار دارن. بله. با شما و خانومتون. من بداشت. اه، پامینا کو؟ رفته دست دهنش بشوره. مینا؟ 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 میشه ما پرسیم شما به کی میگیم اینا؟ یه خانومه. چقدر جالب، آخه اسم عیال تازه ما میناست. خیلی جالبه. بس پایزه کجا تشریف میبریم بربا؟ بس اگه ما قرمین شما بفرمایی. مینا؟ 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 مینا خانم؟ مینا؟ مینا؟ مینا خانم؟ مینا خانم؟ مینا؟ ای خانم کجا داری میاری شنو؟ ای دکتر! بودو باز این زن دیوانه شد.
گرفتیم آقای مشتی. پس تو مردان چی غلطی میکردی؟ ببین من تا اونو نگیرمش که ولم نمی کنم شانسه. سه ماه فرار کردن، گیرم آوردن، حبسم کردن، کتکم زدن. چی؟ کدوم یکیشون؟ پدرم. چه بابایی؟ اسم چی؟ مینا. اسم منم مینا هست. به قول جاهلا چه شبه. آسف بایی، این زن ایراد داره، این زن منتالیتش ایراد داره، پرابلم داره. شما دخالت نکن، شما ولش کن. آقای مشتی عزیز، شما بهشون یه چیزی بگید. من با این زن مشکل داشتم که داشتم طلاق میگرفتم دیگه. آقای عزیز شما مشتی بگیرشونو. این میترام که هیچ وقت در دست رسیست. خانم اینا ببخشید، شما بله بله که نمیخوان. چی؟ بعد چیه دختر؟ خب اینجوری که شما میبین همه همون به کشتن میریم. بابای عزیز زنه در هر طرف که دلش بخواد میتونه بکنه. به ما که رسه تو هیچ کاری نمیتونه بکنی. شروع بردار. خانم مینا ببخشید، من نمیدونم چجوری کار میکنه. الو سلام فرشته جون. نه بابا، نه بابا، بایستم ببین. نه بابا الان نمیتونم باید پس بکنم. اونش اومدن، اومدن. من باشه بعدا با طرف میزنم، الان نمیتونم. صرف بشی کمربندت هم ببند. کمربند؟ دنبالی چی میگردی؟ قبول میخوری؟ باشی کمربند نداره، این خیلی خطرناکه که خطرش نده، تازه اولشه. به این لاین ماشینای اوبر ما اجازه نداریم اینجا حرکت بکنیم. نه ترس دارم، مواظبم.
تو ماشین اینا چی کار میکنی؟ چه دکترم میبریم؟ بایستا خود رو خدا برو. به خاطر همه بی ارزگی هم میخوام ازش جدا بشم دیگه. محکم بشین میخوام چون جدا بگم مرا کامینم بابا بودو مشتی بفرمایید پایین دیگه واسه من نگاه میکنی بفرمایید جیمز بوند شدم واسه من دخترمو سیاه و کبود کرده دست بزن داره بد اخلاقه شکاک خسیسه ایرادم که میگیره اصلا هیچ چی به من نگفتی دخترم اصلا اخلاقش به خودم رفته به خودم تودار و صبوره ببینید ایشون یه چیز میگن شما یه چیز دیگه مگه شما نگفتین که به سمت شوهرتون بشقاب پرت کردین؟ بله فکر کرده که بشقاب پرت کرده خانم تو بشقاب پرت کردی؟ خب بالاخره پرت کردین یا فکر کردین که پرت کردین؟ ببین خانم من اعصاب ندارم اعصابم خورده دست خودم که نیست عصبیم خب اون چه کار کرد که شما رو تا این اندازه عصبی کرد؟ خانم دیر میاد خونه بهش میگم کجایی؟ کار داشتم خب خب نداره خانم به سر من داد میزنه من خانم عصبی هم کسی که سرم داد بزنه ها عصبی میشم یه دفعه که دست خودم نیست میزنم همه چیز رو خورد میکنم خوب کردم همه چیز رو شکوندم شکستن از نظر قانونی اصلا مهم نیست من میخوام بدونم شما بالاخره بشقاب و سمت شوهرتون پرد کردید یا نه نه خب پس چرا تو بیمارستان اون بدبخت؟ الان برا تو میگم خانم خودش سرش زده به دیوار برای موش مردگی خودش ببینید خانم عزیز من وکیل دختر شما هستم قرار است که از ایشون دفاع بکنم خب من باید حقیقت رو بدونم حداقل شوهر ایشون الان تو بیمارستانه در حالت کما اونا شما میفرمایید که من برم دادگاه بگم موکلم اعصاب نداره به همین راحتی اونم از من میپذیرن حتما بله سلام مینا جان تو چی کار کردی؟ بابا دختره بچه هست هنوز 18 سالش هم نشده به ضرب کتک باباه اومده پای عقدنامه رو امضا کنه اون وقت انتظار داشتی من بشینم تماشا کنم وکیله دختر خوبیه نه من وکیل وسیع مردم نیستم ولی تو که هستی تو رفته بودی طلاق بگیری این بازی ها چیه داره بردی؟ دیوانه شدی باز؟ خب عزیز من مملکت قانون داره اگه من میخواستم منتظر قانون بشم که الان این دختری یا تو خونه اون مرتیکه بود یا تو پزشکی قانونی چی کار کنی؟ اینجا؟ تا 5 دقیقه دیگه اونجا اگه سینا زنگ زد بگو هیچ خبری از ما نداره نه بابا من که دختر رو فراری دادم مثل اینکه یارو لاته سینا رو گروگان گرفته نه بابا نه ترس بذار یه کمی این ریتم ملایم زندگی سینا جون عوض بشه واسهش خوبه شاید مخش هم یه تکونی بخوره اومدی دختره یه دیوانه بله این کجاش دیوانه است این میگه من فقط اعصاب ندارم تو دیگه من با شما نبودم که ببخشید خانم مهدوی ایشون فکراشونو کردن میگن بشقاب پر نکردن مینا آقا بفرمایید اینو خواهش میکنم با چی کار داریم برو من آقا خواهش میکنم بفرمایید بیرون آخه تو رسته نرفتی ربی چیه چه خبر اینجا؟ مینا اینجا نداریم بفرمید اشتباه مانین آقا آقا سینا ببخشید آقا سینا اینجا چه خبره؟ چیزی نیست این آقایون دنبال مینا میگردن مینا؟
کلیدشو همینجاست. آقا رزبون در رو ببند. آقای عزیز بستم. گفتم کسی اینجا نیست، بفرمایید بیرون. آخه ایاناس این چه مملکتیه که تو روز روشن جلو چش آدم زن آدمو میدوستن آفلو میکنن میبرن، بعد دو قرطونیمشون هم باقیه به بلایی که اسم دوز بدتر رفته. مامان خیلی پرمیستم. آقای مشتی یواشتر صداتون رو بیارید پایین آقا، بعدم تشریف ببرید بیرون. هری ما شاید تحتیله بریم. چه خبر ده میریم دیگه. من خوش یاد دیگه بعدم با تون تمام. خواهش میکنم من براتون توضیح میدم کار ملوی شما. میبخشید خداحافظ. خدا نگهدار. بشونش وشتی. چه خبر آقا؟ مگه اینجا کاروان سراست؟ من الان با پلیس تماس میگیرم تا تکلیف منو با شما روشن کنم. اکرمیرم میخواد کن میترا، I need some help. Just joking. یالا دیگه. الو. الو، نیروی انتظامی؟ مهدوی هستم. یه آدم خطرناک اومده دفتر من و اظهار میکنه که زنشو دزدیدن. اگه من اون مواسوسه کن. این چه هست؟ بردارم بردارم نکن. بودو بودو. ما خودمون هفت‌خط عالمی. آقای محترم اینقدر فشار نده، دست خشکید. خانم محترم دختر منو دزدیدن، اگه شما جامعه بودن چیکار میکرده؟ میرفتم کلانتری آقا، این همه آشوب و بلوا به پا نمیکردم. رفتی ولی ترتیب اثر ندادم. دروغ؟ تو آقای محترم هستی، ما کی رفتیم کلانتری؟ تو یکی حرف نزن. من دیده هم چی میزنم تو دهنه. حرف نزن حرف نزن، مسخرش رو در آوردم. بشین زیر پاتون علف در بیاد. خانم لپ کلوم، من تا دست زنمو نگیرم اینجا بیرون برا نیستم. اوناشم ماشی بیا ایل خوب دیگه خل دخیل آره بالا خاتون رو پایم ده برو برشون نکن کسافت. چی شد؟ چطور شد؟ چیزی که از این سگ مسته کم نمیشه که تونتر نمیره. نمیخواین پیاده شین؟ ما هم به کارمون میرسیم. چه گیری کردیم ها؟ پس واسه چه راستی قبول کردی؟ اکه گمشون کردی؟ چیه چپ چپ نگاه میکنی؟ کجا؟ چی کجا؟ خودتو به خریت نزن مردی که عوضی. پرسیدم کجا؟ چه میدونم؟ دنبال ماجرا. کجا ماجرا درست میکنه؟ میگم یک کجا؟ کی شما رو راه دادی؟ آقا سینا تو محضر اتفاقی افتاده؟ پس به شما هم گفتن میرن محضر؟ چه موضوع سکرتی؟ این مسخره بازی ها چیه؟ مسخره بازی کدومه؟ میدم اینه کوشم. من که گفتم قرار بود بیاد اما تلفن زد گفت نمیام. تازه سردبیرم خیلی از دستش عصبانیه. به دوست عزیزتون بفرمایید که من از سردبیرتون عصبانی ترم. پرشتی برمشتی بفرما. مینا کچلوار انداخته توی جای پیجامه. وضع من اینجا که نیستن که. گفتم که این خانم روز روز تشریف نداره. بارو بیرون مینا بابا. اومدی مشتی؟ اگر اجازه بدی من توضیح بدم. شما به گور پدر تو خندیده باش رفتی مزه. با اجازه کی؟ خودش خواست. خودش من... غلط کرد با تو؟ مگه اون عقل درست حسابی داره؟ ببینم روز که اومدی بگیریش صاحب داشت، حالا نداره؟
شما چی میگی؟ من بعدو دختر اینجا قایم کردم. اینجا نیست، اجازه نمیدم بیا تو. بفرمایید رو. برو تو ببینم. هر زوری دست شما رو خورد کرد. آخه مگه عقل تو کلت نیست دختر؟ این چه کاری بود کردی؟ میترا زنگ زد و گفت یه دختر کلی رو برداشتی و دوره میگردی که چی بشه؟ بابا دم در داره هوار میکشه. حالا کدوم گوری هستی؟ هر کاری خواستم بکنم جلومو گرفتیم که من بچم. ولی مادر خوب گوش کن، زندگی با سینا برای من تموم شده است. سینا از نظر من یه آدم مرده است، دیگه وجود نداره. مامان دیگه این کلمه رو نگو، دیگه به من نگو بچه. من از این کلمه متنفرم. چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا هر وقت میام یه کاری بکنم اسم بابا رو میانی؟ ببخشید. مثل اینکه خیلی گرسنته نه؟ سه روز بود هیچی نخورده بود. تو که خوبه، من یه هفته از هیچی نخوردم. انجمن زنان بیپناه؟ سلام. سلام. البته بیپناه دیگه نه، آواره. دوستم میترا. مینا. مینا شا. پس عروس فراری ایشونه. ببینم تو رو. چرا نمیشینی؟ الان وقت نشستن نیست. خونه به خونه دارن دنبالتون میگردن. با خیلی راحت نشستین ساندویچ میخوریم. بلند شین. بلند شو. خونه خالم. سینا که اونجا رو بلد نیست. نه فکر نکنم. خست باشو. بلند شو. بیا بریم. بیا بریم. بیا دیگه. شدیدن عصبانی بودن. سینام خیلی ترسیده بود، اینه موش شده بود. درک این حرفو نزن، گناه داره تفلک. تالا هیچ وقت دلم برای یه مرد انقدر نسوخته بود. دلت نسوزه، زیاد پشت میز نشسته بود، تحرک براش خوبه. ما اصلا پول هم نخواستیم. بله ما کنیم بریم دنبال کارم. برو دیگه. کجا داری میری؟ تا سر کوه قاف هم که بری دنبالت نیا. فکر کردی ها؟ کیف دست از دست منه؟ با اون کیف دست نمیزنی ها. فکر میکنی؟ یک کلام پرسیدم گفتم اینو کجا؟ آقا یه محترم ما طلاق گرفتیم. یه لحظه بایستم. آقا دوست، رفیق، آشنا، هیچ کسی نهره این. یه لحظه من چه میدونم آخه اون چیه؟ من کجا رفته؟ یه لحظه صبر کن. همین درش رو وا میکنم برسم تو چوب داغونش میکنم. ها اسم بدیم الان به زنگ میزنم بهش بینم. امان بولای از اینم داشت شما نمیگفتی؟ قصر مینا مرز که فکر میکنم من آلا هم درست شما رو بگی. آقا یه محترمی سیستمش اینه. سیستم کدومه؟ اجازه بدین شما یه لحظه اجازه بدین. گرفت؟ الو خانم این چه وضع مسخره‌ای برای من درست کردی تو انظار مردم؟ این چه مسخره؟ خب دختر مردم بیاره پس بده به اوه سینا با چاقو کشم میگردی؟ عربده کشم شدی؟ بعدشم مگه من نگفتم دیگه دوست ندارم صدای نحسه تو بشنوم؟ برای چی دوباره زنگ زدی ها؟ سینا چی؟ من دارم لجبازی میکنم؟ خانم شما هستین دارین لجبازی میکنی؟ این وضع برای من درست کردین؟ شما گو... سلام عرض میکنم خانم. خسته نباشید. ببخشید بنده بدون اجازه مزاحم شدم. بنده ناصر هستم. یه دقیقه گوش کنید. ما که هر جا رفتیم همه از محبت و صفا و صمیمیت شما صحبت کردن. شما که نمره که همه زنای با معرفت عالمی. همین آقا مهندس، همین آقا مهندس چقدر از خوبی و خیری صفا و صمیمیت شما صحبت کرده. آره قسم میخوره رو اسم تو. بیا با بیا و این عروس ما رو برگردون و ما رو خلاص. آقا به ارواح خاک مادرم قسم که من دوستش دارم.
دوستش دارم خانوم. یه دفعه گوش کن شما. الو الو، توف به ذات پدر مادر هر چیز داره سرتقه. هیچی گفت این ماست مثل ده فرد خاموشه. هیچی شاید قد شده. ما که هزار تا گندلاتش رو تو این تهرون حیرون نگه میداریم، یه جقل زن ببین چجوری ما رو حیرون خودش کرد. ببین من چی کشیدم. آره بابا تو هم من چی کشیدم. یارو بکری به التماس افتاده. دختر خانوم نگفتی داماد چی کار است؟ دزده. دزد. دزده؟ دزده؟ ها ولی میگه توبه میکنه. چون یه برگه برنده پیدا کردی؟ نه هنوز، مشکل اصلی سر جاشه. این دختر هنوز به سن قانونی نرسیده، بنابراین قیم داره. قیمش کیه؟ باباشه. میتونه شکایت کنه، شما رو بندازه زندان. پدرم؟ نه اون هیچ وقت شکایت نمی کنه. نمیتونه شکایت کنه، معتاده. ناصر آقا، حال من خیلی خرابه. منو برسون قهوه خونه. ناصر آقا، حواست باشه در نره ها. نره تو دیوار مشتی. حواستم هست. ما کلید نداریم. صبح انقدر عجله کردیم و انگار جا گذاشتمش، ولی ابی نداره بگی جوستی نه. قلاب بگی. قلاب چی؟ بابا اینو بذار این زمین، دست مبارکت هم بکن تو هم بگی بینه. آخه کفی شفشه شما کثیف قربان. خاله، خاله نزده، خاله ببین چی کار کرده. دلش کن. برو بالا. چی؟ برو بالا دیگه. من؟ بس من بابا برو بالا. من هرگز یه همچین کاری نمی گیری کردم. هرگز نمی کنم. من چنین کاری نمی کنم. من دیوار خونه مردم برم بالا. مهندس اینقدر اطفال در نیار. من آبرو دارم تو رو در همسگی. مگه من آبرو ندارم؟ بیا بریم ببینم. آبرو دارم آبرو ندارم. فکر میکنن ما دوست نیم. عزیزم دوست کدومه؟ خونمه. خونته؟ از چی؟ خب بچه رو کلیدشو نداری. خب جا گذاشتم. برو بالا بینم. خیلی برو بالا. من از این کارا نک. با مسئولیت شما. بابا با مسئولیت من تو اون روحتی. برو بالا دیگه. بلا بگیر اسمت صداشو بلند میکنه. برو بالا. ای خب برو خب اجازه بده. قول میکنی؟ خب برو. خیلی خوب. عجب برو چی؟ خیلی خوب دیگه. برو بلو. بپر پایین دیگه. خیلی اینجا ارتفاع زیاده بابا. نمیمیری. بپر پایین. اگه اجازه بدیم من پایین نرم، چون یه آقای محترمی با چوب. سلام علیکم. بای. وای بابا کاریت نداره. اون خاله نصرته. خالتون هستن؟ سیبیل دارن که. عجب گیری کردیم. خاله نصره بابا نزنش، به خودیه. خاله شما بزرگه خودتو ببخشید. چطور ممکنه که این آقا با سیبیل خاله شما باشه؟ نصرتو میگی؟ بله. بابا کارش خیلی درسته. این زمان جوانیاش تو تئاتر
اون قدیم ندیما زنپوش بازی میکرده، از همون موقع این اسمش مونده. حالا برو بالا بگی بشی. ولی مرد خیلی خوبی آبا، خیلی خوبه، کارش خیلی درسته. ببینه باز تو هم گشنت بشه نه؟ میونت با تخمق چطوره؟ تشکر میکنم، البته 23 تا تو این هفته خوردم. داری جهازمون رو نگاه میکنی؟ عروس خانم میخواستیم بیارین اینجا؟ خب من چشه؟ نه خیلی باصفاست. بهترین حساسیه رو ازش جور کردن، بهترین آبی بگیری، بهترین چرخ گوشت. جون من نگاه کن چقدر اون یخچال خوشگله. آقا منده تازه اون تلویزیونش کنترلیه ما. خب زنه دیگه. آخ اگه اون عیال محترم شما گذشته بود ما الان در خدمت شما نبودیم که. آنشو به کل بچه های این محل شیرینی میدادیم اگر گذشته بود. آخ من نمیدونم رسم زمونه چیه. شما به این آقایی بعد زنت اونجور هم بهتر که طلاقش بدی. اگه من ندونم که یه شب، فقط یه شب زنم کجا میخوابه ها، صبح که بیاد تو خونه سرش میذارم لای باغچه با گوش تا گوش میبرم. البته مثل اینکه شما هم امشب اطلاع ندارین خانمتون کجا تشریف دارن ها. خاله با این غذاها خواه آدم عاقل نون نمیخوره که. خودت میگی آدم عاقل. نون برکت سفره است. مادر غریبی نکن، اینجا منزل خودته، بکش. چشم. پسره حق داشته که کوه به کوه به دنبالش باشه، چشم ابروش خیلی خوشگله. نمک نداره، باید بخوری. راستون اسمی نمک نداره. چشم تنبل خانم. میخوام خودم برم بیارم. خودتو لوس نکن بشین. بنده میرم نمک رو خدمتتون میارم. خاله ببخشید مزاحم شما شدیم ها. آخه تقصیر این میتراس که میگه در این خونه به روی دوستای من بازه. ای مادر منم غیر از شما بچه ها که کسی را ندارم. حالا من خوبم، وقتی که اون خدا بیامرز زنده بود و سایش بالا سر من بود تو این خونه جای سوزن انداختن نبود. یه دست از مهمونا این بر خونه، یه دست از مهمونا اون بر خونه، بچه ها بدو بدو، خودش قشقش خنده و پذیرایی. مگه شب میذاش کسی از اینجا بره بیرون؟ نه همینجا وسط حال رخت خوابا را پهن میکردن و تیپ تو کیپ میخوابیدن. نه که بچه نداشت، بچه ها رو خیلی دوست داشت. جز بچه ها رو در می آورد که عصبانی بشن دنبالش را بیفتن. خودش هم این هوی بچه تو حیات می دوید به دنبال بچه ها. خیلی بهش گفتم که یه زن دیگه بگیره. ولی خب خاله عزیز من، الهی که قربونتون برم من. آخه چرا گریه میکنی؟ باشیم بیایم پیش ما بشیم. آدم مهموناشو تنها میذاره میشینه گریه میکنه. تو خدا منو ببخشین، دست خودم نبود. میترا جون خاله به قربونت. خدا نکنه. آدم هرکی که هست، قسمت هرچی که هست. همین طفل معصوم رو نگاه کن، اون آدم سنگدل باید بشی پدرش. اون وقت این خدا بیامرز یه عمر در آرزوی شنیدن صدای ونگه یه بچه بسوزه، آخرشم دغمرگ بش. خاله جان کمال آقا از دست شما دق کرد، از بس بهش گفتی زن بگیر، هی گفت همین یکی برای 70 پشتم بسه. شما هی گفتی زن بگیر، منم بودم دق میکردم. ولی خاله میگم شما شانس آوردین بچه ندارین.
اگه بچه داشتین اونم یک گویی میشد عین ماها. ای چون بعد میگم از خودت مایه بذار. خنده نداره تو اسمم این بود ناصر چاچول روغنی. بچه که بودم خودم رو هم میخندیدیم توی تعمیرگاه کار میکردیم یه چقل بچه شاگرد بودیم دیگه میزدم پشتمون که ناصر روغنی دستش تیزه دستش تنده آچار خوب میچرخونه شبم که میبادم خونه اون خدا بیامرز ننم رو میگم مهندس ننم رو میگم خدا بیامرز یه نیم کیلو گریس از تو گوش و چشم و دماغ و اینجا و اونجا اون میکشید بیرون تا اینکه یه روز یه آدم ناتو یه آدم نافرم که لنگه نداشت بله اومد دخل مغازه رو زد و انداخت کردن ما هرچی شیون کردیم گریه کردیم زاری کردیم که آقا کار ما نی نشد که نشد بعدش هم ما رو انداختن بیرون شدیم آواره و کوچه و خیابون بعد امون از دست رفیق بعد اون از دست آدم نامرد بله. آدم ناکس بله نمیدونی که چشمونو وا کردیم دیدیم دور تا دورمونو یه مش آدم گاگولی و عوضی گرفته گاگولی آره دیگه گاگولی بله بعد یه روز تو خنده و شوخی سوار موتور یکی اوچه ها شدیم رفتیم زدیم یعنی به چای زیر همین بزرچه یه زردی به اون گفت فروشیه گفتم خب چند و چون دو خلاصه سرد درد نگیرم معاملش کردیم تموم شده ره وقتی که میدونیم بد نی اومدیم خونه دیدیم ننمون میگه پسر بزرگ کردم که چی؟ خب آبچی جواز میخواد میخواد شوهر کنه خب نه شما جای من آقا مهندس بیکار باشی آبچیت هم میخواد شوهر کنه جواز بخواد خب نه انسانیت سرت میشه دمتون گرم واقعا راست میگین حالا اینا رو دروغ هم چیارا مانده آخه به شما نمیرسن خواهر داشته باشی حرفا میزنی آقا مهندسا نه من منظور بدی نداشتم شما دوران طفولیت سختی رو داشتین مشقت گرفتاری ببین چجوری مانه علف خودش کرده شب عروسیمون نشستیم اینجا واسه آقا قصه حسین کرد شبستری تعریف میکنی خب به جای این همه لنبوندن یه خوره فکر کن ببین اون زنت کجا رفته چیکار کردی؟ یعنی چی؟ وای این ماجرا ما رو دیوونه کرد از صبح تا حالا نازی اینه آخه تو رو خدا ببین سلام عزیزم سلام اسم من فیروزه است ببینم چه ملوسم هست آخیش نازی بهت گفتم دوربینه تو بیار خره نه آوردی سلام ببینم اسم منم فرشته است چه بانمکه چون آید به بازار کانه شبت دلازار نهرم مال خودمون ماره احوال شما شما گل سرسبد همه مایی شوخی کردن شما بچه های منین عزیزای منین شما حالا شما از کجا فهمیدین ناکسا ناسلامتی انگار ما خبرنگاری ما نبودی ببینی آقاتون این موش آب کشیده دومش رو گرفته بودن آورده بودن اونجا بعدش هم مثل که امروز قرار بود همه دور هم جمع بشیم خب ببین مینا جون نترس خبرنگارن ولی یکم خلوچلن سرشون هم درد میکنه واسه درد سر البته ما خبرنگاریم ایشون نه نامه از سردبیر محترم نقطه سر خط یک چک و نامه اخراج شما پس این شیرینی اخراجه مبارکه شما هم هیچی نگفتی؟ چرا بابا فرشته یه قشقرقی را انداخت که سردبیر خودش با دستای خودش یه لیوان آب آورد اینجوری داد دست فرشته و قول داد تو تصمیمش تجدید نظر کنه غلط کرد تو که میدونی ضریب هوشی مردان نسبت به زنها چقدر پایینه اول تصمیم میگیرن بعدش هم تجدید نظر میکنن بابا به قول خودت از مرد جماعت خنگتر گیجتر بیخاصیتتر هست بله هست زنها
زنها مثل بنز میمونن، مدلای مختلف دارن، رنگای مختلف، ولی چی؟ همشون یه جور کار میکنن. آب بریز ببین بهتر میشورن. من اصلا دلم نمیخواد به احساسات عاشقانه شما اینا کرده دستی ببرم، ولی حرفم به شما اینه، عظیم خودتون نکش، خبری نیست، شما مردی، مرد یعنی مجسمه. جدی میگم، یه موقعی مردا مرد بودن، اون موقع که زنها تو غار میشستن مردا میرفتن شکار شیر و پلنگ. اما نگاه کنین الان به زن، زن یعنی مخل آسایش، سوهان روح، عذاب علیم. کاش که فقط بتونن یه دقیقه حرف نزنن. میگه عشق، تحقیقات جدید پزشکی ثابت کرده، من تو این سیف کردم به شما نشون میدم، تحقیقاتشون ثابت کرده که در دوره جنینی دخترها و پسرها در رحم مادر، فک دخترها توی شکم مادر 100 برابر فک پسرها تکون میخوره. برای چی؟ برای اینکه از همون تو دارن تمرین میکنن که چطور وقتی اومدن بیرون مخ شوهراشون رو سالاد بکنن، بخورن. فقط بلدن بخورن، خوردن و خوابیدن، مردن دیگه. از راه میرسن اول تلفن رو برمیدارن. بله قربان، حتما، خواهش میکنم، نیم ساعت با تلفن حرف میزنن، بعدم کنترل رو میگیرن، جلوی تلویزیون میشینن، اول جورابا رو گوله میکنن زیر کاناپه، فوتبال میبینن و نعره میکشن. به خدا اگر زنا نباشن مردا از بوی گند چرک و کثافت خودشون میمیرن. من نمیدونم این زنا چرا نمیمیرن، چرا عمرشون اینقدر طولانیه، تا چشمشون کور شه. انقدر نرن حمام تا تنشون کرم بذاره همشون بیفتن بمیرن، انقدر فرت و فرت سیگار بکشن تا بیفتن سکته کنن بمیرن. به ما چه؟ وقت خودشون دلشون نمیسوزه ما چی بگیم؟ خدا نکنه یه پشه بهشون لگد بزنه، انقدر قیل و قال را میندازن، انقدر ننه من غریبن را میندازن تا همه عالم بفهمن اینو مریضن. آخ کمرم، آخ دلم، وای حالا تبو دارم. خب بیر بلا، دماغم افتاد، دماغم، باید بریم عمل کنیم. تو سرم دنگ دنگ میکنه، پاهم زق زق میکنه، بریم ابرو بکنیم. خب نکن خانوم، شما اگر میخوای زن بگیری اول باید بری یه بیمارستان با 500 تا دکتر قشنگ آماده بکنی، بعد بری زن بگیری. اما مرد، آخ اگه دست من بود همه مردای دنیا رو جمع میکردم، یه کبریت حرومشون میکردم، آتیششون میزدم، بعد دست جمعی میرختمشون تو دریا تا خیال همه زن راحت شه. لابد اول همه هم آقا سینا رو، اونو که میگم با جت اختصاصی ببرنش. تو رو خدا این حرفا رو دیگه نزن، یادت رفته وقتی میومدی خونمون یک ساعت تموم از خوبیای این پسره تعریف میکردی، یه سینا میگفتی، یه جونمم چاشنیش. آخه اون موقع مغز خر خورده بودم، این چیزها رو نمیفهمیدم. این که خوبه، از لندن که اومده بود هر چی از تو چمدونش میکشید بیرون مال سینا بود. این مال سینا، اون مال سینا، این مال تابستونش، این مال زمستونش. آخر سرم گفت وای خاک بر سرم، تو رو یادم رفت. کی؟ من؟ نه پس من. خاله جان منتظر کسی هستی؟ نه. سلام، اینجاست؟ مینا؟ بله بفرمایین تو. سلام خانم، حال شما خوبه؟ شما خاله میترا هستی؟ بله خانم. سلام، بفرمایین. من مادر مینا هستم، اومدم با پدرش، پدرش دم دره، اومدم شما بگید این چه بچه بازیه که این دره برده. آخه این درسته؟ این انصافه؟ مادر اجازه بده من همه چی رو برات توضیح میدم. چه توضیح؟
من نمیدونم این چه رسم تازه‌ای که افتاده تو جوونا، تا حرفشون میشه طلاق. کی دوره ما اینجوری بود؟ کی از این حرفا بود؟ شما خودتون بچه دارید، میفهمید من چی میگم؟ مادر بعد بچه‌شو میخواد. من اونقدر عصبانی نکنین، اصلا کی به شما آدرس داد بیاین اینجا؟ از دوستات بپرس. اینه اون دختری که شدی وکیل وسیش؟ تو خودت وکیل وسی میخوا؟ کوری از ساکش کور دیگر شود. ببین دختر خانم، به حرف این اعتماد نکن، برو سر زندگی، هیچ کس فامیل آدم نمیشه. خانم بهاری بشینین حالا صحبت میکنیم، بفرمایید. ببخشید خانم میترا، شما شوهر ندارید، نمیدونید زندگی خانوادگی یعنی چه. اجازه بدید این موضوع رو ما خودمون حل کنیم. ببینم مثل یه بچه خوب میای بری سر زندگی دیگه نه؟ مادر اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی جیغ میکشم. جیغ میکشی؟ مگه تا حالا کم جیغ کشتی؟ هر چی خواهی تو رو خدا شما قضاوت کنید. ببینید این دختر چی به سر من میاره. چرا دست از سر من میاره؟ به خاطر حرف اینو با مامو رفتم ازدواج کردم. هر جا میرم دنبالم میاد، هر کاری میکنم نصیحتم میکنن. بابا بس دقیقت منو نصیحت نکنید، من دیگه بزرگ شدم. حتما نصیحت نکنید، من دیگه 36 سالمه، من دیگه بزرگ شدم. تو رو خودم بابای خدا بیامرز ما عادتهای عجیب غریب زیادی داشت. یکی از اون عادتها این بود که وقتی مهمون میومد خونهش دست و پاشو میبست به تخت که وقت فرار نکنه. میدونی واسه چی؟ آخه اینقدر دوستش داشت. اگر مهمون قول بده فرار نکنه کافی نیست؟ کافیه، ولی شرط عقل اینه که مورد زنمونو گم نکنه. میترا حالا چیکار کنیم؟ یعنی کجا رفته؟ نگران نباش پیداش میکنم. همش تقصیر مادر من بود. اگه یه بلای سر خودش بیاره چی؟ من مطمئنم جای دوری نرفته. الو. نه هنوز پیداش نکردم. چیه؟ فیروز است. ببینین نیست. یواش کن. نه برو، اگه خبری شد بهتون زنگ میزنم. بیا بالا عادت میکنیم. کجا داری میری اون وقت شب آخر؟ بیا بالا ببین چی دارم بهت میگم. ببین یه دقیقه بیا، کاری نداریم که، میخوام صحبت کنیم، آدرس میخوام بپرسم. ببین هنوز جوونی، خیلی وقت برای زندگی کردن داری. زندگی؟ کدوم زندگی؟ کجاش برام دلخوشی داره که بخوام فرداشو ببینم؟ کدوم فردا؟ هر فردایی که اومد دیدم بدتر از دیروز بود. هر روز که بزرگتر شدم بدبختی مصیبتم بزرگتر شد. اون پدر بی غیرتم که منو محض 500 تومن میفروشه به دوز چاقوکش. اون مادرم که مرد حسرت یه لیله بازه تو کوچه رو به دلم گذاشت. چقدر شستم، چقدر پختم، چقدر بدبختی کشیدم، چقدر سرکوش نیدم، چقدر هر کرا رسیده دست کشید سرم آخه آخه که. من دل سوزی نمیخوام، من با بدبختی درس خوندم، کسی دلش برام نسوزه. دانشگاه که سهل هسته یه دیپلم خشک خالی به دلم میذارن. خانم مادر شما درست میگه، یه دختر کلی پاپتی بدبختی که نمیشه یه شب بخت سفید که. اینجور نگاه میکنه انگار جزام دارم، به خودم منم آدمم.
منم مثل شما، منم مثل همه هم. منم دارم میخواد کفشم نو باشه، دارم میخواد لباس قیرنگ بپوشم. من این رو پوشی که 4 ساله گشادش کردم پوشیدم بدم میا، ای مغمه کنه بدم میا، ای زندگی بدم میا. تو رو خدا بذاریم به درد خودم بمیرم، تو رو خدا بذاریم بمیرم. ناصر جان، من تازه میفهمم وقتی میگن آدم دستش بسته است یعنی چی. ببینم این چیزایی که راجع به زنا میگفتی راسته؟ یعنی هیچ موقع زنتو دوست نداشتی؟ مینا بهترین دوستیه که من داشتم، البته به غیر از شما که به زور افتخار آشناییتونو پیدا کردم و دوست بدی نیستیم. مینا تنها دوست من بوده. میدونی چرا؟ برای که من آدم پولداری هستم. آدم های پولدار آدم های تنهایی هستن آقا. ما با عشق شروع کردیم، من و مینا. اون اوائل یه بار تو بگو مگو به متلک بهم گفت تو از پول پدرت استفاده میکنی، پدر من خیلی پول داره. به من خیلی برخورد، گفتم من مینا رو خوشبخت میکنم با پول خودم. شروع کردم به کار بیزینس. اینقدر کار کردم تا پولای قلمبه اومد، پولای درشت. بعد براش شروع کردم به خرید، یه هاست تو لس آنجلس، یه آپارتمان تو لندن، یه خونه بزرگ اینجا، ماشین، هر چی دلش میخواست. خوبیش اینه که ما اصلا حال کار نیستی. شما شغلتون چیه؟ دوزی. خیلی لذت میبریم در جوار شما. راسته که میگن پسر دزده؟ معتادم هست؟ سیگارم نمیکشه. اهل چیزای ناجور که نیست. هست؟ نمیدونم، به چشماش نمیاد. تو چشماشم نگاه کردی؟ نه. تو دوستش داری؟ راستشو به من بگو. من مثل مادرت با دل خودت رو راست باش. هر مردی عیب و ایرادی داره، خب اونم مثل همه. تازه میگن توبه کرده. آره راست میگه؟ نمیدونم. ببخشید خاله جان میونه کلامتون. پاشو میدونم. یه بار دیگه بگو. چی رو؟ همون قضیه پولو. کدوم پول؟ همون 500,000 تومن که گفتی. ها، پدرم به ناصر بده کاره. نگفتم دختری به خاطر 500,000 تومان بدهی پدرش فروخته شد. به عجب تیتریه برای روزنامه. بابا خیلی مسخره است. اصلا مسخره نیست، خیلی هم خوبه. خوبه؟ حتی عالیه. ببین پدر مینا به خاطر 500,000 تومان داره دخترشو میفروشه. بنابراین اگه پول داشته باشه این کارو نمیکنه. فقط یه نفر لازمه که این پولو تهیه کنه. اون وقت پولو بده به بابای مینا. درسته. اونم بده به ناصر. بعدا ناصر آچمز بشه. آخ جان دیگه هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. ولی اگه پدر قبول نکنه چی؟ بی خود میکنه قبول نکنه، 100 تومن میذاریم روش. اینو که اونم دود کنه و بده هوا. فرشته عزیزم، میتونی یه قراری با بابات بذاری که من ببینمش؟ ها، پاتوقش قهوه خونه است. خیلی خوب، فقط باید یه کار کنیم پسره بونه بره. اونش با من. ببین با بابای مینا قرار میذاریم کافی شاپ. کافی شاپ یعنی هم قهوه خونه. بعد باباش که بیاد ما اونجا میبینیمش دیگه. فقط ماشین تو درسته؟ آره. ماشین تو چی؟ آره. خیلی خوب، ما دوتا ماشین احتیاج داریم. خب هر دوتا ماشین.
سلام آقای محترم ناصر، صبح شما بخیر. تو چجوری دست وا کردی؟ شما توی خواب چقدر ساده و معصوم هستی. امام تو میام چجوری دستت وا کردی؟ بس کنه، من 2 ساعت در شبانه روز بیشتر نمیخوابم. دیشب 5 ساعت خوابیدم، خیلی استراحت خوبی بود. صبح بلند شدم نان سنگک و پنیر و اینجور چیزها تهیه کردم که در جوار همدیگه بخوریم. بفرمایید سرد میشه. مدت ها بود چنین صبحونه آماده ندیده بودم تا خودم اقدام کردم. آقای مشتی هم زنگ زدن برای شما، شما رو بیدار نکردم. گفتن دخترشون قراره بره قهوه خونه به دیدنش. گفتن اگر تمایل دارین تشریف ببرید اونجا. خب بچه رو نشستی؟ تو که هنو داری میلامونی. یه چیزی پیدا کنم چی بزنم تو من ناجش. من وکیل دخترتون هستم. کی خواسته؟ خودم خواستم، دختر شما احتیاج به حمایت داره. بی خود کردین شما وکیلش شدین؟ غلط کرده اون دختر خود سر وکیل گرفته. بی جا کردین شما که. اجازه بدین آقای عزیز، اجازه بدین. با عصبانیت هیچی درست نمیشه، بدترم میشه. ما نه بعد شما رو میخوایم نه دخترتون رو. شما اصلا دزدین. دختر من اون خانم دزدیده، ازتون شکایت میکنم. چی دزدی؟ خودت دزدی. حرف نزن مینا. ببینید آقا، اگه شما به من اجازه بدین من مشکلتون رو حل میکنم. مگه قول نداده بودیم به کسی چیزی نگیم؟ شوهرشه. شوهرشه؟ دختره که هنوز قبول نکرده. چه شوهری؟ غلط کرده. دست دختره. آقای عزیز، ما اصلا با شما صحبتی نداریم. این آقا اگه پدره که هست، نگران آینده ای بچه‌شه. پس طبق فرموشت شما خانم، ما برگ چغون نریم دیگه. اون نفلت زن ما رو دزدیده. آقای ناصر، اجازه بدیم این موضوع به خیر و خوشی حل بشه. شما چند لحظه تشریف بیارین، من میخوام خصوصی باهاتون صحبت کنم. خصوصی بی خصوصی، هر چی میخواد بگین همینجا میگی. تشریف بیارین آقا. کجا مشتی؟ چه مرگته؟ بذار قائله رو بخوابونم، به نفعته. بلب کن مشتی، خوابت نکنم. به نفعته. من از شما خواهش کردم یه دقیقه بیرون باشی. قاصر برو دیگه. علی یه دقیقه برو بیرون ببینم خانم چی میگه. گوش کنید آقا. خانم عزیز، شناسنامه آدم برگ هویت آدمه، برگ تشخیص هویت آدمه. آدم توی مکان شلوغ ولش نمیکنه که دیگران هاپولیش بکنن بره، یعنی برش دارن ببرن دزدی بشه. بفرمایید. مخصوصا گذاشتم ببینم کی بر میداره. البته عجولم هستین، سابقهش وجود داره. حرف مف نزن، تو فکر خودتو بکن که چند روز اتکلان نزدی رو پهن گرفتی. شما چطور؟ شما دیشب تونستین بدون نازبالش عزیزتون بخوابین؟ میخواستم با پست سری براتون DHL بکنم. برای عمد DHL اون که میمیره برات. تشکر میکنه. پس قول دادینا. ناصر بیا. چیه؟ بگیری دست از سر دخترم بردار. چه بستی واسه من هم کردی؟ آن مردی که عوضی، من کی از تو پول خواستم که این دفعه داداش باشه؟ حرف دارم بفهم و بزن ناصر چجوری؟ آخه مردی که این مفنگی؟ آخه چی به تو اگم؟ روغنی! چی شد؟ بودو! چی شد؟ بگیم کمک! اونجا! بودو سبور شد.
بود؟ نمیدونم، ندیدمش، حتما توی سوراخ قایم شده. سلام عرض میکنم. تندش کن قینب بر. اگه اجازه بدین در خدمتتون باشم. از این طرف تشکر. خفشون تو. تشکر. روی پدر ارتی زن عوضیه. سینا الو. بله، شما کجا هستین؟ چشاتو باز کن، این بالا رو هم نگاه کن. بهش بگو اگه یه قدم دیگه جلو بذاره هممون در میریم. ناصر، ناصر میگن نرو بالا. گوشی رو بده بهش. بیا. الو. ببین پسر جون، هر چی میخوای از همونجا به من بگو. ببین خانم محترم، تا اون روسگی منو بالا نیاوردی گوشی رو بده به خودشا. میخوام با خودش صحبت کنم. آره با خودش. میخواد باهاش حرف بزنه. بذار بزنه. فعلا دستش بهمون نمیرسه. الو. ببین مینا، به اونا بگو ولت کنم بیای پایین. مگه من با تو حرف نزدم؟ اونا که خیر تو رو نمیخوان که. من دیگه اون آدم سابق نیستم. بگو از کجا بدونم. از کجا بدونم؟ میخوام برم سر یه کار، یه کار آبرومند. بگو دروغ میگی. دروغ میگی. به اون بگو بره اون، من رو خودت صحبت کنم. ببین یه دقیقه به من گوش کن. من آخه میدونی چیه مینا، من تا حالا با هیچکی اینجوری صحبت نکردم، نمیدونم چی باید بگم، ولی من میخوام خوشبختت کنم. به خدا مینا، من دوست دارم. زنت نمیشم دیگه، هم پیام نیا، من ازت بدم میاد دوز چاقو کش. بیا بریم ببینم. بودو بودو بودو، هاپی بیرد
دست شر رو فوت کن که صد سال زنده باشی. یا لا 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 با این با این با این یا پشت شر رو فوت کن. الو بله خاله یه چشم داره بگیم. ببین میدونم الان ما دوستات دور هم جمع شدین و در این رقص سرخپوستی میکنین تا شاد و خوشحالین. اما میخوام بزمتون رو به هم بزنم. شما فردا 9 صبح میای محضر چون من میخوام طلاقت بدم. تو طلاق بدی؟ آره من میخوام طلاقت بدم. دیگه حاضر نیستم حتی یک لحظه برای یک ثانیه اسم من به عنوان شوهر روی تو باشه. شرم میکنم، خجالت میکشم. عوضی چیه؟ با لاتا میگردی دور برداشتی؟ اونی که دلش میخواد لات باشه توی، نه من. من همیشه میخواستم آقا باشم، اما تو یه بچه ننه یه لوسه بی تربیتی. واسه این که ثابت بکنی بزرگ شدی حاضری دنیا رو همه رو به آتیش بکشونی. اما ابله، تو یه نرخر بزرگی که داری ادای دختر بچه های کوچولو رو در میاری. میفهمی؟ تو لیاقت هیچی رو نداری. فردا تو محضر حالیت میکنم، من حالیت میکنم. عوضی آلاخ. چی میگه مینا؟ مزخرف با این پسره لات گشته برای من عربده کشی میکنه. درستش میکنم دیگه. کی؟ بعد از طلاق؟ مادر اینقدر کینه ای نباش. حالا حالیش میکنم. الو آقای سینای لات عربده کش، تو که صداتو برای من کلوف میکنی و سر من داد میکشی، فکر کردی من مینام و تو همون ناصر پسر بی سر و پا؟ کاش که اقلن یک ذره شعور داشتی، میفهمیدی امروز اون پسره چجوری با چهار تا کلمه خشک و خالی دل این دختره رو به دست آورد. اگه پارازیت های میترا وسط حرفای اون دختره نبود الان دختره رامش شده بود. پس یادت باشه تو ناصر نیستی، منم مینا نیستم. بهت زنگ زدم بگم من فردا میام محضر، میخوام ببینم کدوم نامردی میخواد منو طلاق بده، اونم به زور. اونی که میخواد طلاق بده منم، نه تو. عوضی فهمیدی؟ عوضی خر. مینا حالت خوبه؟ این بازی زنونه شروع شد اما مردونه باید تموم بشه. این دختر جدا شما رو دوست داره. ما به یه وکیل احتیاج داریم. راست راستی فردا میخواییم بریم محضر؟ چرا میخواییم طلاق بگیرین؟ آقا سینا که مرد خوبیه. آخ سینا هر وقت عصبانی میشه معده‌اش میسوزه. من هم قرصشو گذاشتم توی یخچال، خدا کنه عقلش برسه آقا رجب بفرسته واسش قرص بگیره. پس دوستش دارین؟ مده شورشو ببرم. بفرم آقا. این دو نفر که بیان نوبت ما. آخر این قضیه بگذر، ما هم دست بی خیال ما. حرف مرد یکیه، امضا میکنی و تمام. بفرما بشین آقا. آقای مجرد، محضر تعطیله، ابلاغ بفرمایید. شما اصلا حرف نزنین، من خودم از طریق قانونی حلش میکنم. قانونی شد شد، نشد خودم غیر قانونی حلش میکنم. این چرا این شکلی شده؟ گربه رقصونی میکنه. اصغر، محضر تعطیله، در پایینم ببند. خب لطفاً بفرمایید بعداً تشریف بیارید. خب کجا باید بشینیم؟ فکر میکنم اونجا پشت اون میز. این مسخره بازی ها چیه؟ تو حرف نزن. پس من برای چی اینجا؟ لطفاً شما اتاق تشریف داشته بشین، بعداً صداتون رو کنم. درم ببندید. چرا مهندس؟ آقا لطف کردن خودشون تشریف آوردن. بفرمایید چایی. من چای نمیخورم. بله خدا به خیر بگذار. بازی نه اومدن.
خانم محترم امینا، ممکنه خواهش کنم چند دقیقه با هم خصوصی صحبت بکنیم؟ شما با ایشون چه صحبت خصوصی دارین؟ شما بشین. نمیشینم. خواهش میکنم بشین. خواهشم بشین. آقای مهندس، من وکیل ایشون هستم، اگه صحبتی دارین میتونین به من بگین. خانم محترم وکیل، بشین. نشیف میارین؟ بنشین. دختر خانم، اسم من سیناست، کارم تجارته، خیلی ها در بازار منو میشناسن، آدم ها رو خیلی خوب میشناسن. این جوون که میبینی از دیروز توی شرکت من استخدام شده، حقوقش بد نیست، یه خونه کوچیک داره، اما کسی رو نداره که براش بره خواستگاری. من اومدم از شما خواستگاری کنم. حاضرید همسری این مرد رو قبول کنید؟ آقا مهندس، من میخواستم بگم که بشین. من همه جوره این جوان رو ساپورت میکنم، ضمانت میکنم. بابا این دیوونه است، به حرف این گوش ندین. تو خودت یه نفر رو میخوای ضمانت تو بکنه، بلند شو بری. خانم تو زندگی خودتو خراب کردی، دست از سر زندگی اینا بردار. بشین. من زندگی تو خراب کردم؟ مثل این که یادت رفته این تو بودی که اون زندگی رو نابود کردی. من چی کار کردم؟ ها؟ تو بودی آقای سینا، یادت رفته؟ تو بودی که هیچ وقت تو خونه نبودی، تو بودی که همیشه منو تنها گذاشتی. چی کار کردی برای من تو این خونه؟ تو برای من یه خونه ساختی، من خونه میخواستم چی کار؟ من محبت تو میخواستم، تو به من چی دادی؟ تنهایی. چه یادت بود که زن داری؟ هیچ وقت. من هیچ وقت نفهمیدم زن تو هم. تو اینو فهمیدی؟ همیشه تنها بودم توی اون خونه، شب تو صبح دست تنهایی، خوابم نمیمرد. چقدر به دیگران بگم ببخشید سینا وقت نداشت بیاد اینجا، ببخشید نمیتونه بیاد مهمونی، سر کارت، تو با بیزینست منو کشتی، تو برای من مردی، سینا دیگه برای من وجود نداره، مرد رویاهای من مرد. آقای سینا بفهم، تو هیچ وقت منو ندیدی، هیچ وقت نفهمیدم زنتم. تو این زندگی رو به جان کشیدی، به کثافت کشیدی، تو نه من. خانم فنا شده وایسا گوش بده، کجا تشریف میبری؟ شما یه جوری ادای زنای فداکار رو در میاری که هر کی ندونه فکر میکنه من اینجا دراز کشیده بودم یا عمر داشتی بادم میزدی. تو چی کار کردی برای من؟ تو همش به نفع خودت بوده، به خاطر لجبازی با بابات منو کردی توی یه شرکت کثافت، تو شغل بیزینس که متنفرم ازش، با دزد و کلاه بردار که بابت سلام علیکی شما برای من فاکتور میفرستن. و خودت یک زندگی رویایی، یه روز شاعر شدی، یه روز آهنگساز، یه روز گل پرورش میدی، یه روز با دوستات میشینی فلسفه صحبت میکنی. من تنها با کارگر شرکت باید بشینم درد دل بکنم؟ شب میام شام ندارم، خستم، لباسم خودم باید اتو بکنم. گوش بده اینا رو، تو زن زندگی باش. میدونم ناراحت میشی، بیا آماده کردم، یه بار میخوام حرفمو بزنم. آقا ما بالاخره نفهمیدیم موضوع عقده یا طلاق. شما حرف نزن، شما بشین و بنویس. بلند شو شناسنامه رو بده بهش. چی رو بنویس؟ مگه به حرف ایشونه؟ اگه یک کلمه تو این دفتر بنویسی این کامپیوتر رو سر همتون خورده من. مینا جان، برای چی خودت عصبانی میکنی؟ ما خودمون باید این مسئله رو از طریق قانونی حلش کنیم. آقا قانون؟ این آقا که میبینید اینجا اسمش آقای مجرده، واقعا مجرد وکیل منه. اگر هر صحبت قانونی دارین با ایشون بکنید. من صحبتی ندارم، فقط میخوام بگم تجربه ثابت کرده که یک دزد آدم اصلاح ناپذیریه. دزد؟ این پسر دزده؟ نه خانم محترم، دزد منم، دزد بیزینسه، دزد من و بعضی از موکلین محترم شما هستن که میلیارد میلیارد میدوزن از این کشور میبرن بیرون و شما راه قانونی بهشون نشون میدین. شما دارین به من توهین میکنین آقا، دارین مزخرف میگین. شما مزخرف گفتین پای تلفن، استراق سم کردین، با احساسات اینو بازی کردین. این قانون از کجا آوردین؟ اون کار لازم بود. به هر حال این دختر هنوز به سن قانونی نرسیده و من به عنوان وکیلش اجازه نمیدم این عقد انجام بشه. ننویسید آقا. شما برگه رسمی وکالت از این دختر دارین؟
اگر نداشته باشین من به اتفاق وکیلم روزگارتون رو سیاه میکنم. دارین؟ شما اجازه نامه رسمی پدرشو دارید؟ بله، نشونشون بدین. خانم مهدوی، بنده مجرد وکیل دعاوی حقوقی جناب آقای مهندس هستم. عرض کنم بسیار خوشحال میشم که چند دقیقه از وقتتون در اختیار من بذارین تا بنده سند قانونی اذن پدر به شما نشون بدم. خواهش میکنم. من اومدم طلاق بگیرم، حوصله این ادا اصولارم ندارم. اول طلاق میگیریم بعد هر غلطی دلت خواست بکن. خانم اجازه بدین مورد این دو نفر حل بشه، بعدم نوبت شماست. امر خیره. بنویس آقا. خانم زندگی من و شما با هم تمام شد رفت، ما اصلا طلاق میگیریم، ولی زندگی این دوتا جوانو بازیچه قرار ندیم. من به زندگی اینا چی کار دارم؟ شما داری با زندگی این دوتا جوان بازی میکنی؟ من با زندگی اینا بازی میکنم یا تو که دست اینو گرفتی مثل عروسک و کیه این ور اون ور دنبال خودت میبری؟ شما مثل یه دوز دست این دختر رو گرفته این دفتر بردی بیرون. چرا بردیش؟ برای اینکه داشت خودشو میکشت. میذاشتم خودشو بکشه؟ آره؟ دروغ میگی. شما میخواست خودتو بکشی؟ ها؟ شما میخواست خودتو بکشی؟ حواست کجاست؟ ها؟ ها؟ چون نمیخواستم از دست یه معتاد بیفتم چنگه دوز چاقوکش. خودت هم میدونی این پسر دوز چاقوکش نیست، این پسر عاشقه، اهل زندگیه. من بی خود به کسی توصیه نمیکنم، یکم فکر کن. آخه من میگم که ببین فکر کن. ببین بهت میگم اگر که واقعا دوستش داری به حرف سینا گوش بده، چون سینا آدمی نیست که بی خود حرف بزنه. چرا این موقع انطلاق بگیری؟ بابا قضیه من فرق داره، من دیوونم، قضیه ما پیچیده شده. در ضمن من شوهرم هم خیلی خوب میشازم، تو نگران نشو. دوستش داری؟ اگه دوستش داری برو بهش بگو. شما یکی هستی آقا مهندس؟ صحبت نباشه. تصمیمت چی شد دختر؟ برو دیگه. اما من با این سر شکل اصلا نمیشناسمش. این پسر به خاطر شما لباسشو چنج کرده که شما خوشت بیاد. مردشون شو ببرم نوکرتم. خب مبارک باشه. ممکنه این شناسنامه رو چند دقیقه قرض بدیم به من؟ پس تا من دفتر رو تنظیم میکنم سریعاً تشریف بیارید. تشکر میکنم. ما باید با هم بریم دستشویی. جمال تشکازه بنویسه. جمال خودت رو عشق، این دستشویی در سرنوشت شما موثره. آخه من که کاری ندارم اون تو. خب این از نظر قانونی درست نیست، نه امضا داره نه مهر محضر داره. ببین خانم، خانم مینا احتیاج به ناراحتی. چرا قبل از عقد میرن دستشویی؟ در زبان انگلیسی وکیل نارو باش به معنای قانون اومده. آخه منظورم لاف نیست، به معنای عشق، اون چیزی که متداوله. آقای عزیز ما اومدیم اینجا راجع به طلاق صحبت کنی. خانم محترم چرا طلاق، چرا از عشق نگیم، چرا از ازدواج نگیم؟ چیزی که ما چقدر دستشویشون طول کشید طلاق اون طرف هستیم. و رفتن دستشویی؟ دستشویی؟ بودو الان در میرن. نه خیر، مثل که این قاعده تموم بشو نیست. بودو در اکنه کجا میرن؟ بودو بیا. دست زنا در برن، اینو یادت باشه. دستم برید. آقای ناصر نگاه کن ببین دارم میان. انگاری دارم دنبال ما میان آقا مهندس. این یعنی عشق. حالا چه شبت. بله
زندگی ما احتیاج به یک تنوع داره. یه دختر کاکلزری، یه بچه. یعنی فرزند داشته باشیم. بله. خب منم خیلی فکر کردم راجع به این قضیه. هیچ چیزی بهتر از یک پسر نیست برای خانواده. نه، ولی دختر خیلی بهتره. نه نه، شما گوش بده. ببین، فکر بکن من یک پسر داشته باشم. بعد این توی شرکت میاد پسر سیناست. ولی خیلی خنده دار میشه اگه تو یه پسر داشته باشی شکل خوده. من اصلا دلم نمیخواد یه مرد دیگه تو این خونه باشه. من دختر دوست دارم. مرد دیگه چیه؟ میگم پسرمونه خانم. نه، من دختر میخوام. ببینید میگه اومدیم شام بخوریم ما. ببینید پسر قند عسل. نه خیر، اصلا هم این حرفا نیست. اینا قصه های قدیمیه. من یه دختر میخوام اونجوری که دلم میخواد خودم تربیتش کنم. باشه، اول پسر بعد دختر. نه خیر، اول دختر بعد اگه خواستی پسر. خانم بذار من این غذا رو بخورم. میخوام این غذا رو نخوری که میگی من پسر میخوام. مگه دختر چشه که میگی من پسر میخوام؟ مگه پسر چشه؟ هیچی، من دلم دختر میخوام. خب میدونم شما من...